نمیدونم چقدر تک تکتون با انتظارهای مقدس اینجا اومدین. آمین. اون انتظار مقدس اینه که خدایا تو کاری که دیروز برای من کردی، صبح برای من کردی، هفته پیش برای من کردی، اون مال دیروز بود. من امروز با یه انتظار میام که تو کارهای عظیمتر و عجیبتری در زندگی من بکنی. باور میکنین؟ ایمان دارین که امروز میتونه نقطه چرخشی در زندگی های شما، سرنوشت شما، افکار شما، رابطه شما، گذشته و حال و آینده شما جاری بشه، در بر بگیره به وسیله روح خدا که امروز از طریق کلام مقدسش میخواد شما عزیزان رو تیمار کنه. باور میکنین؟ ایمان دارین؟ من ایمان دارم، ایمان دارم. همونجوری که برادرم وحید گفت، حتی اگه دو سه نفر در بین ما باشن که در محرومیت باشن، چیزهایی رو دارن متحمل میشن، شکستگی در درونشونه، آهیه، یه جراحت‌های قلبیه، یک خاطرات آسیب دیده که هنوز توی روح و روان انباشته است، شاید کسایی در بین ما هستن که از افسردگی‌های پنهان و خاموش دارن رنج میکشن. متاسفانه کلیسا باری هم رو دوش ما یه موقع گاهن میذاره که فکر میکنیم باید دائما هللویا گویان به پر شاد باشیم. و امروز خداوند به طور خاص میخواد این افراد رو خدمت کنه. آمین. کسایی که طرد شدگی هست، از زمان بچگی، از گذشتگان اونا در اونا مونده، یعنی یه درد بی درمونه عزیزان، این طرد شدگی. و خداوند امروز میخواد دستش رو دراز کنه، امروز میخواد از طریق کلامش نور امیدی به قلب من و تو بتابونه. باور میکنی؟ حتی اگه به طور کامل نباشه این شفا و آزادی، من ایمان دارم که یک شروع تازه، خواهر برادر عزیز من، مهمان عزیز من، امروز میتونه یک شروع تازه در زندگی تو به وجود بیاد. میخوام نگاهتون کنم، باورهاتون رو، که این باورهای شما منو بیشتر تشویق کنه که جلو بری. چرا؟ چون خدایی داریم عزیزان که بر مشقت و غم مینگره، خدایی داریم که عاشق احسان نمودنه، خدایی داریم که دردهای ما رو خار نمیشموره. حتی عزیزان به جزئیات زندگی ما یه موقع خادمی، من خودم خیلی از این اشتباه کردم، بابا این که چیزی نیست و داری دست و پا میزنی، بیا ببین فلانی چی کشیده. میدونی دردهای همدیگر رو یه موقع گاهن در اثر ناآگاهی خار میشماریم، ولی خدای ما اینطور نیست. خدای ما به جزئیات توجه میکنه. و توی که روی صندلی نشستی عزیزان، امروز به طور خاص تو رو نگاه میکنه. ماها ایرانی ها پدر مادر رو خیلی بار داریم، خودمون هزار تا درد داریم، فقط میگیم بچه‌مون، نمیدونم مادرمون، خواهرمون، ولی خدا میخواد نیاز تو رو به طور خاص امروز ببینه و به میان بیاد برای زندگی تو. چون این خدا خدای ماست که تا با ابد در زندگی های ما وفاداره. نه فقط این خدا رو داریم عزیزان، بلکه ما ابر شاهدانی داریم، نمونه هایی در زندگیمون داریم، در کلام خدا داریم که میتونیم اونا رو نگاه کنیم. همه همیشه شاد و شنگول و به پربالا نبودن، نیست؟ ما نبی بزرگی داریم که هم سطح سرور انبیا اشعیا بوده، ارمیا. اینقدر پریشان حال بود، اینقدر درد داشت، اینقدر افسردگی دست و پا میزد که اسمش رو گذاشته بودن نبی گریان. هرچی دعا میکرد دعاهاش برعکس میشد. تو باب 14 فقط گله و شکایت میکنه، میگه ای خداوند برای سلامتی انتظار کشیدم اما هیچ خبری نیومد. یخته. برای زمان سلامتی دعا کردم و انتظار کشیدم، اینک بیماری اومد، استراب اومد، ترس اومد. تا حالا اینجوری تجربه کردین عزیزان؟ من که خیلی تجربه کردم. 14 رو میبینی، 13، 14 رو میبینی تا 15، همینجوری نبی گریان داره تقلا میزنه. باورتون میشه مثلا یه کشیش، یه اسقف، یه همچی دردایی داشته باشه؟ ماها یه موقع افرادی که میان موعظه میکنن یا یه خدماتی میکنن احساس میکنیم وای اینا چه قدیسینی هستن، هیچ چیشون نیست. ولی بزرگترین نبی از ارمیا و خدا عاشق او بود،
خدا چه کارهای عظیمی از طریق این نبی گریان میکرد. تو باب 15 آیه 16 میگه ای خدا و در همون درماندگی سخنان تو یافت شد و آن را خوردم. سخنان تو یافت شد، خوردم در این توهین‌ها، در این ناسزاها، در این عدم درک‌ها، و دل اندوهکین منو شاد کرد، دل اندوهکین منو شفا داد. عزیزم باورت میشه کلام خدا امروز میتونه ابتهاج دل تو باشه؟ بعد ارمیا میگه چرا؟ چون خداوند به نام تو خوانده شدم، به نام خداوند یهوه سبایوت خدای لشکرها خوانده شدم. از من و تو به نام او خوانده شدیم. شوخیه؟ باورت میشه که خدا به تو نگاه میکنه؟ خدا برای تو غیرت داره؟ باورت میشه که در هر وضعیتی هستی خدا مثل اون چینی بنزن وفادار متبهر میاد این شکستگی های قلب تو که هیچ کس خبر نداره میاد به میون. همین امروز میتونه، همین لحظه که داری کلامو میشنوی میتونه که هیچ کس نمیفهمی جراحت ها و شکستگی های قلب تو رو میاد و اون دستای مقدسش بند میزنه. عزیزان شفا میده روح مجروح و اندوهگین من و تو رو. همون نبی گریان میگه ای خداوند تو فقط میتونی گرانباری ما رو، ترس ما رو، استرابهای ما رو با بلسانهای شفا بخشت شفا بدی. بلسان سمبول چیه؟ روح القدس. عزیزان امروز خداوند با اون بلسان شفا بخشش خود قوم عزیزشو که آهایی در قلبشه که نزدیکترین کسش نمیتونه به فهمه شفا بده. عزیزان ما در دنیای زندگی میکنیم که شکسته و مجروحه، به خاطر همین تک تک ما شکسته و مجروح به دنیا اومدیم. تاریخ انسان عزیزان وقتی نگاه میکنی انگار یه جوری تنیده شده توی شرم، ترس، چون با شکستگی به دنیا اومدیم. عزیزان خود داوود میگه، میگه در معصیت، در مصیبت من سرشته شدم در رحم مادرم، مادرم به گناه به من آبستن شد. ریشه تمام این جراحت و شکستگی ها چیه؟ خود گناهه. یعنی ما در بستر این چنینی عزیزم متولد میشیم، در تمامی عمرمون سایه هایی که شاید حتی هیچ کدومتو ندیدی، متوجه نشدی، داری حمل میکنی، روی تو داره سنگینی میکنه. باور میکنی؟ و معمولا اولین کاری که میکنیم ما ایرانی ها که خیلی وارد هستیم این دردها رو پنهان میکنیم، انباشته روهم روهم قایمش میکنیم. اگه خیلی زرنگ باشیم مثل من به صنعت های خود درمانی، تلقین درمانی، رو خودت کار کردن، خیلی از بچگی من این کارا رو میکنم، در نهایت اون ریشه های مرارت، جراحت همینطوری در وجود ما، ضمیر ناخودآگاه ما باقی میمونه. بعد میایم کلیسا، الان بیایم همدیگر رو محبت کنیم، اتحاد رو نگه داریم، ویترین آسمان باشیم، نیست؟ پادشاهی خدا رو که توی سلامتی، صلح، شادیه بذار دنیا ببینن. هفته پیش بود من دیدم این جراحت ها رو که چند نفر اینجا میزدیم میرخصیدیم، ولی چند نفر اصلا تو درد و رنج و یأس بودن. عزیزان هر کدوم ما که به دنیا اومدیم، هر انسانی در فرهنگی که به دنیا اومده، در خانواده‌ای، در جامعه‌ای که به دنیا اومده، از ناهنجاری‌های خاص خودش رو در اون محیط، در اون حیطه داره، داشته. هر شخصی تجربه‌های خاص خودش رو در اون حیطه‌هایی که به دنیا اومده، محیط زیست، خانواده، حتی از گذشته به خودش جذب کرده. و خیلی از ماها شرمساریم از گذشته، به خاطر اتفاقاتی که در گذشته افتاده، و چون شرمساریم عده اونو انکار میکنن، اصلا هیچی نی، هللویا، همه چی عالیه، عده قطع رابطه میکنن با گذشته، یک دیوار آهنی بین خودشون و گذشته میذارن. خیلی از مهاجرت ها که انجام شده به خاطر این
نقشه طراحی شده که من میرم. بارها میگفتم دیگه تموم شد، تمام شلوس هاست گذشته تموم شد دیگه، من اومدم بیرون. اما دریقا عزیزان، دریقا، سایه های شوم گذشته همینطور روی ما و در تعقیب ماست. و خیلی از این شکستگی ها، خیلی از این جراحت ها عزیزان، حتی قبل از زمان تولد به ما منتقل شده. باور میکنین؟ اسم این دردها، رنجها، شکستگیها، رنجهای ملیه، دردهای جمعیه، شرمهای تاریخیه که متعلق به شاید چندین نسل قبله. اصلا ما متوجه نشدیم. اصلا نسل کشی که در یهودیان به وجود اومد، یادتونه 80 سال پیش در کوره های آدم سوزی، از چربی انسان ها، میلیون ها انسان صابون می ساختن و می فروختن. چه دردی بود، چقدر شرمه هنوز که هنوزه روی خیلی از آلمانی ها که نسل من، اجداد من، گذشته من یه همچین جنایت فجیع رو مرتکب شده. از طرف خود یهودیان هر موقع از اخبار اینو نگاه میکنه، هر سال که سالگردش میشه، هر دفعه که تاریخ میخونن چی میشه؟ تمام این تصاویر به اونا و نسل اونا منتقل میشه. در درد و رنج، چرخه‌ای از درد و رنج، نسل کشی و قتل عام دیگه ای که عزیزان جنایت بزرگترین جنایت تاریخی بود که روی نسل ارامنه به وجود اومد. قومی که ارمنی ستیز بودن، 1.5 میلیون ارامنه رو که معلوم نبود به چه جرمی در اون فلاکت و خاری شکنجه دادن و کشتن. و متاسفانه اینو خبر ندارم، فقط میدونم دولت فعلی تمام اینا رو داستانها فرض کرده. ولی ارامنه رو میبینیم، خیلی از ارامنه، شاید هم خیلی نببخشین اقراق میکنم، حتی در سرودهای ملیشون این سوز، ناله، گوداز، در سرودهای حتی روحانیشون دارن میخونن، تو تنین صداشون یه آه و دردیه. از کجا اومده؟ اصلا اینا نبودن، ندیدن عزیزان. قتل عام آشوریان، قتل عام یهودیان که هزاران نفر از بین رفتن. من پارسال بود تو یونان بودم، قشنگ سایه رو میبینی تو این افرادی که جدیان، اصلا نمیتونن انگار بخندن. از کجا اومده این همه دردها؟ پایمال شدن حقوق افغانهای عزیز توی ایران میشه چشم‌پوشی که عزیزان؟ میشه؟ چه رفتارهای نجات پرستانه و غیر انسانی در حتی در جامعه امروز داره به افغانها متحمل میشه. شرایط ناامن و اسفبار، رعب و وحشت که افغانها همین امروز هم دارن تجربه میکنن. من یکی دو تا دوست داشتم افغان بودن، حقیقتا وقتی تعریف میکرد شرمم میامد که من ایرانی هستم و یه انسان اینطور داریم رفتار میکنیم. از طرفی افغانهای عزیز بعضیاشون هستن که اصلا اعتمادشون از ایرانی ها سلب شده، بدبین هستن، هر کاری که میکنی فکر میکنه از بالا داریم بهشون نگاه میکنیم. جنگ تحمیلی ایران و عراق یادتونه که دفاع مقدس، بعد از جنگ ویتنام طولانی ترین دوران بود، واقعا کمرشکن بود. 8 سال تو اون دوران یادم، وقتی خرمشهر تسخیر عراق در اومد، عده‌ای اومدن تو خونه ما اتراق کردن. چه دردهایی، چه ناله هایی. یکی دوتا زن بودن که یکیشونو یادم، نیکو بود اسمش، باردار بود. این بچه وقتی به دنیا اومد چه چیزایی من از این بچه میدیدم. عزیزان اینا همه دردهای جمعی، دردها فجایعیه که از هر ملت و قومی که به ماها وارد شد، یک میدان انرژی منفی عزیزان توی فضا ایجاد میکنه. تمام این رنج‌های اجتماعی، محیط زیست، خانوادگی، رنج‌هایی که از گذشته است، یک دردها، ترسها، آها، ناله‌ها، یک محیطی رو ایجاد میکنه که حتی این
این فضا به اون جنینی که در بطن مادره به روح و روانش منتقل میشه. عزیزان در خانواده های نگاه میکنی تحصیل کرده، پدر و مادر عالی، ولی بچه ها چه ناهنجاری های گاهن در اونا دیده میشه. تمامی این بارهای سنگین عاطفی عزیزان، بارهای آها، ناخوشنودی ها، ترس ها، تمام اینا که از بستر فرهنگ، خانواده، تاریخ به ما منتقل میشه، در خاطر جمعی ما چی میشه عزیزان؟ ذخیره میشه، در دی ان ما منتقل میشه. گاهن فقط میگیم مادرم این کارو کرد، پدرم این کارو کرد، دوستم در حق من ناحقی کرد، دوست نااهل داشتم معتاد شدم، معلمم با من لج کرد برای همین درس نخوندم. متوجه؟ هر نوزادی که به دنیا میاد حتی اگه ظاهرا در بهترین شرایط باشه، این شکستگی رو از گذشته و گذشتگانش به او القا میشه، به او منتقل میشه. در بعضی از نوزادان عزیزان انقدر دردهای جمعی، نمیگم همه، شاید تعداد اندکی باشه، من خودم شخصا دیدم، انقدر شدیده و محیط زیست و خانواده و کمبود هم همه اضافه میشه که شونه های نحیف این کودکان نمیتونه تحمل کنه. کودکان رو دیدین دائم نق میزنن، گریه میکنن، اصلا خودش با خودش ناآرومه، میگه خود چته جونت در نیاد، تو که شیرتو خوردی، تو که پمپرزت الان عوض شده، تو که الان 2 ساعت تو بغلت گرفتم، باورت میشه؟ نق میزنه، به خودش میپیچه. این دردهای جمعی، این رنجهای ملی انقدر قویه که این کودکان ناراحت با خودشون و با محیط بزرگ میشن. در برخی از این کودکان هم عزیزان اینجوری با نقنق و گریه نمود نمیکنه، فقط این انرژی های منفی رو جذب میکنن، ذخیره میکنن. و این داستان ها در زمانی که بزرگ میشن، به خصوص بعد از سن بلوغ، تبدیل به ناراحتی های روحی و روانی میشه. بعضی از افراد شاید هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشن، ولی با یک احساس بدبیاری، اندوه، بدبختی، اینم به وضوح دیدم، همش میگه بدشانسان نیست؟ انقدر تو این چرخه دور میزنه، انقدر خودش قربانی فرض میکنه که این شخصیت میشه جزی از وجودش عزیزان. این پوسته سخت نفسانی او، جسمانی او انقدر زخیم میشه در اثر این دورهی که داشته، الهی بمیرم برای خودم، اندو، اصلا انگار از این تغذیه میشه. بعد میبینی هیچ حقیقتی رسوخ نمیکنه، از این پوسته سخت او عبور نمیکنه. صبح تا شب براش دعا کنی، روزه بگیری، میره میاد، عبور نمیکنه. ولی امروز خدا میتونه حتی اونجایی که فیکس شده، نهادینه شده، دیوارهای دفاعی تو بالا کشیدی، امروز خدا متخصصه که این دیوارهای دفاعی رو فرو بریزه. بعضی افرادی که خودخورن هستن، این چیزها رو بر میدارن، هیچی نمیگن، ولی این بمب ساعتی مثل یک چاشنی انفجار در وجود اونا همجور هست. ظاهرم میخندن، بعضیشون جوک میگن، صورت خندان، مهربون، میگه خدا این چقدر دوستت داره، یه انگوش بهش میزنی میگه چی شد که به این روز افتادی، دشمنت میشه، درد میکشه خودش. واقعا بعضی ها من اینجوری برخورد کردم، فقط میگه خودت به میام بیا، این چاشنیه دست بهش خورد نیست؟ منفجر شد. آخه این چی بوده که تو 2 ماه داری گریه میکنی، 2 ماه داری به خودت میپیچی؟ باور میکنی؟ تجربه داری؟ من مگه به تو چی گفتم که یه همچی واکنش عاطفی خشن و قهر و تحریض نشون میدی؟ تمامی این سایه های گذشته عزیزان در هر کدوم ما به نوعی حمل میشه و تبدیل به یک کفش تنگ میشه. اینم تو خواب خدا رویا نشون داد. برای یه عزیزی همجور دعا میکردم که برکات بیاد تو زندگیش، میدم نمیشه، هیچ دری باز نمیشه. 1-2 سال خدا یه خواب نشون داد که کفشای ما 2 سال پیش تنگ بچگونه پاشه و خدا گفت این تو گذشته گیر کرده، نمیتونه جلو بره، نمیتونه. کسی که کفش تنگ پوشیده میتونه؟ برکت اون جلوست، پیش پاشه. یادتونه خروج باب 15؟
افرادم مصر بیرون اومدن، فقط توی ماره گیر کردم. ماره نماد چیه؟ تلخی ها، شکستگی ها، درد ها. گیر کرده بودن. 5 کیلومتر اون ورتر، یه چند قدم اون ورتر، 5 دقیقه راه میرفتن، چی بود؟ نوشته تو خروج باب 15، به ایلیم میرسیدن. 12 درخت خرما، 7 تا چشمه آب، همه سمبل برکته. وقتی که من شروع کردم به دعا که این کفشای تنگ از پای این عزیز در بیاد، تقریبا 1 هفته بعد بود که روزنه آسمان توی زندگی او باز شد. عزیزان، خیلی از ماها ناتوانیم از اینکه هم ماره های خودمون رو عبور کنیم. بعضی موقع ها ما اصلا حسشو نداریم، نمیخوایم بریم، میگیم همینجا جا خوش کردیم، بذار راحت بشینیم، نیست؟ و کلاغونه زندگی میکنیم، به زندگی کلاغونه عادت میکنیم. کلاغا چجوری زندگی میکنن عزیزان؟ کسی میدونه؟ کلاغا یه طبیعتی که دارن فقط آشغال جمع میکنن، قربونش برم، تو لونهشون هر چی گیرشون میاد میذارن، بعد شب که میخوام بخوابم اصلا هیچ جایی ندارن که بخوابن، جون میکنن. عقلشون هم نمیرسه بابا اینا رو بریز دور، شب تا صبح ناراحت میخوابن. و خیلی از این ریشه های که در ما میمونه، جایی ما رو تنگ میکنه، اشیای بیهوده، فکرها، عواطف مشاهده نشده، کم کم بیگانه با خودت میشی، فضای درونه، چی داره تو درونتو میگذره. هر دقیقه من دارم میپرسم از خودم الان چیه تو وجود تو؟ چه ناخشنودیه؟ خشم، غضب، تلخیه؟ چیه؟ چه بار اضافیه که ما رو در سیطره خودش نگه داشته و تبدیل میشه به نشخوارهای دائمی فکرهای منفی در ذهنمون؟ راه علاج چیه عزیزان؟ راه علاج چیه؟ سفری به گذشته، روبرو شدن با گذشته. خیلی ماها میگیم یادت بره، دهن تو ببند، برو جلو. نه، باید روبرو بشی با گذشتت، مخصوصا گذشتهایی که تاریخیه، دردها و شرمهای جمعی. من اینو از کجا یاد گرفتم؟ از اوشین. چند سال پیش شروع کردم این اوشین. کیا یادشونه فیلم اوشینو؟ یادتونه عزیزان؟ اولین چیزی که من یادمه اوشین که راه میره، در مادر اوشین بود انگار، از در و دیوار برای این بیچاره میریخت. بعد همینجور که راه میره این بچهش اینجوری میشد، خودش اینجوری میشد، شوهرش اینجوری، صبح تا شب کار میکرد. بعد این فکرها میامد که دیگه انگار دیگه خلاصه، تیر خلاص زده شده. بعد دیگه دستمال عجیبش در میورد اینجوری میکرد، میزد. من اون موقع خیلی شاید سنم زیادم نبود، فقط میگفتم انگار یه پرنده های سیاه منفی میخواد بیاد توی قلب و احساس و با این دستمال داره میزنه، نیست؟ بعد که ایمان آوردم یادش یهوشافات افتادم که چطور این فکرهای منفی میاد، میخواد شکست بیاره، سنجهاشو به صدا در میاره. میگه سنجهای ایمانم و چنان به صدا در میارم که این فکرهای منفی مثل این پرنده های سیاه نیاد روی سر من لونه کنه. ولی در نهایت اوشین چیکار کرد؟ برای این شفا و سلامتی باید میرفت به گذشته. یادم دیگه پیر شده بود. امیدوارم ما پیر نشیم. امروز خداوند کمکمون کنه، دست در دست و سفری به گذشته کنیم. دست نوش گرفت رفت به گذشته. تو این کوچه این بلا سرم اومده، تو این خونه این بلا سرم اومده، اونجا ازم بیگاری کشیدن، بعد شفا یافته، پر از سلامتی عزیزان برگشت. یکی از تحولات انقلابی که امروز خدا میخواد در زندگی ما بکنه، سفر کنی به گذشته. گاهن ما توانشو نداریم، ولی این روان درمان کاری میکنه، ما احتیاج به کمک داریم که دست ما رو بگیره، تو دست عیسی بذاره، با هم سفری به گذشته بکنیم. و من با این ایمان اینجا هستم که این پیام کار اون روان درمان رو بکنه. آمین. دست شما رو بگیره، باید با عیسی به گذشته بریم، نیست؟ و اون تو گذشته نمونی، دوباره مثل اوشین برگردی سرحال قبراق. از این موقع میریم تو گذشته همونجا اتراق میکنیم، الهی بمیرم من رو خودم، وای تازه فهمیدم. وقتی با عیسی به گذشته میره عزیزان، برای من اینطور بود، خود روح القدس، من هیچ روان درمانی نداشتم، 2-3 بار خیلی عمیق من رو روان درمانی کرد. وقتی با عیسی به گذشته رفتم، خیلی چیزا اینه یک موری بود، شده بود کوه برام. یادتونه وقتی برقا میرفت گرسوز روشن میکردیم، یهو فکر میکردیم یه هشت پا داره رو سقف راه میره. یه دفعه وقتی که
خوب دقت میکنم این دیگه پشه هست، درسته؟ اولین چیزی که شد انقدر این بارا سایه های سنگین برام یه مقدار سبکتر شد، این کاهی که کوه میساختم. بعد عزیزان دومی چیزی که به وجود اومد یه شکرگزاری عمیق در قلبم، چون فهمیدم عزیزان فهمیدم چقدر بد بود اگه من طعم رنج رو نمیچشیدم، چقدر بده اگه رنج نبود، چقدر اسفناکه برای افرادی که غم ناآشنا هستن، رنج ناآشنا هستن. طفلک اون بچه هایی که پدر مادرشون صبح تا شب موازه و آب تو دلشون تکون نخوره، چقدر این افراد سطحی هن، احساساتی هن، شکننده هن. رنج یه جور جان تو رو صیقل میده عزیزان، یه معراج درونی به تو میده، نگاه تو عمیق میکنه. باور میکنی؟ رنج اون سایه های تاریکی رو دور میکنه، به تو یه آگاهی میده، یه نور تابان درخشنده میده که چیزها رو در اون نور ببینی. باور میکنی؟ یه عروج درونی به تو میده، یک رستاخیز درونی. برای من اینطور بود. باور کنین یه هفته بود که بعد از اون ملاقاتی که شدم هر دفعه زانو میگفتم مرسی پدر، و خدا از حزقیال یادم مینداخت، ارمیا رو یادم مینداخت که چه رنجای بچگی کشیدن، برای اینکه اگه اون رنجا رو نمیکشیدن اینجوری صورتشون مثل سنگ خارا نبود که بیستن جلو مشکلات، باز هم به خدا خدمت کنن، باز هم قوم خدا رو در هر وضعیتی خدمت کنن. آیا این شکرگزاری نداره؟ یوسف، داستان یوسف رو میدونی چه گذشته ای داشت، هم در خانوادش، هم تاریخی، هم اجتماعی، قربونش برم، همه مدل، همه مدل. مادرش همون سر زا رفت، بعد برادرای نامردش که باید الان نیام بگین چرا ایمانداری گفتی برادر نامرد. یه بار گفتم این سربازای رومی روانی عیسی رو مصلوب کردن، اومد گفت خواهر شما گناه کردی. چرا گفتی سربازای رومی روانی هستن؟ نه، نامرد نبودن، فقط ناآگاه بودن. عزیزان چه جور و ستمی به یوسف دادن، 11 سال تو بردگی، 2 سال تو زندان، به خاطر انداختنش زندان به خاطر اینکه پاک بود، مقدس بود، وفادار بود به کسی که بالا سرش بود. 2 سال تو زندان، تو زندان ساقی و نانوای پادشاه هم اومدن تو زندان، اونجا چقدر به اینا خدمت کرد، خواب اینا رو تعبیر کرد. بعد گفت ببین اگه رفتی بیرون تو رو خدا به اون فرعون بگو به من ظلم شده، من بی خودی اینجا هم، من هیچ خیانتی به اون نکردم. وقتی رفتم بیرون اصلا یوسف رو یادشون رفت. عزیزان باور کنی حقایق زندگی یوسف گاهی مثل یه دروغ بزرگه. چطور این مرد تحمل کرد؟ چطور این رنج های عمیق و که حقیقت زندگی او بود چطور میگذرون؟ نه افسرده شد، نه بمب اتمی توش به وجود اومد، درسته؟ هیچ کدوم این چیزا نشد. چرا عزیزان؟ چون دائما به رویایی که خدا بهش داده بود فکر میکرد، چون یادش میامد که خدا چقدر امینه. وقتی نگاه میکنی ابواب 37 پیدایش تا 50 همینجور نوشته گله به گله، اما خداوند در تمامی این مسیر با یوسف بود عزیزان، و یوسف در شفا و آزادی و بخشش زندگی میکرد. از کجا میدونیم؟ بعد بریم بخونیم پیدایش باب 41 آیه 51، گذشته دردناک او، تاریخ گذشته او عزیزان، و آینده درخشانش رو که میدید در 2 تا پسرش، در نامگذاری 2 تا پسرش به تصویر کشید. نوشته یوسف نخست‌زاده خود را منسی نامید، زیرا گفت خدا مرا از تمامی مشقت خانه پدرم، اجدادی پدرم، از اون گذشتگانم چیکار که فراموشی داد، آلزایمر نگرفته بود ها، یادش می آمد ولی مثل آب رفته به یاد می آورد، و پسر دوم خود را افرایم نام نهاد، زیرا که خدا عزیزان مرا از زمین مذلتم، خجالتم، شکستگیم پرثمر ساخت. چرا عزیزان؟ 17 ساله بود، 30 ساله شد که به دست راست فرعون ایستاد، تمام این مسیر 13 سال فقط رنج و درد بود. و امروز میخوام به شما بگم عزیزان که ما در عیسی مسیح منسی و افرایم در زندگیمون متولد شده.
یه روزی من میشستم گفتم خدای من هستی در زندگی من به دنیا بیار. افرایم منم خلاصی بیابم. خدا به من گفت در زندگی تو اومده. چرا؟ چون ما عزیزان گذشته ما از اون آدم اول که پر از شکستگی و گناه بود جدا شد. با ایمان به عیسی مسیح صلیب خداوند ما بین ما و گذشته و تاریخ رنج ها و درد های ما قرار داره. باور میکنی؟ شاید الان وضعیتت بگی نه من اینطور نیستم، اشکال نداره. کم کم موقعیت تو عوض شده، تو از نسل عیسی مسیح سرور سلامتی شاهزاده صلح و سلامتی هستی. تاریخ تو از تو جدا شده. قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم نسل ما به نسل آدم که میگه در گناه بود، پر از شکستگی و جراحت بود، قطع شد عزیزان. برای همین داوود میگه به راستی که من تقصیر کار بودم، هستم. اون موقع هنوز عیسی مسیح نبود. من و تو قبل از ایمان به عیسی مسیح سرنوشتی رو داشتیم که به آدم اول وصل بود. به خاطر نااطاعتی و گناه پر از جراحت و شکستگی و طرد شدگی. وقتی میگه به راستی که تقصیر کار زاده شدم عزیزان، این در مورد عمل لقا نمیگه ها، در مورد ماهیت واقعیت وجودی هر انسان میگه. هیچ انسان هیچ معصومی نیست، هیچ ظالمی نیست، یکی هم نه. اما کلام خدا میگه ما به وسیله خون پاک عیسی مسیح از گذشته جدا شدیم. و هر دفعه که تو عزیز من اینو خیلی ها میتونن شهاد، الان چشم قیافشون جلو چشمای منه که دیدم چطور حال اونا و آینده اونا داره تحت تاثیر قرار میگه. هر دفعه که عشای ربانی شرکت میکنی، این خوراک شفا بخش خون عیسی مسیح که در خودش تمام پادزهرهای عزیزان، اون روح روان ملول و خسته و مجروح ما رو داره، ما رو شیمی درمانی میکنه. نه اینکه نجات بیابی بری، هیچ منسی افرایمی متولد نخواهد شد. وقتی در عشای ربانی شرکت میکنی، این خون، خونی که ذخیره تو خودش داره، سلامتی صلح و وارد وجودت میشه. وقتی به کلام خدا وصل میشی، این نان مخفی، ویتامین های لازمه، این انسان خود حقیقی تو رو به تو میده. وقتی در جمع مقدسین هستی، در شراکت مقدسین پرستش هستی عزیزان، اون یخهای منجمد شده وجودتو کم کم آب میشه، شالوم رو احساس میکنی. باور کنین اینایی که دارم میگم قصه نیست، داستان نیست. خود رومیان باب 5:15 میگه زیرا اگر به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری مردن، از بین رفتن، مجروح، شکسته، زندگی میکنن ها، دیدی؟ ای زندم، مردگیه عزیزان. چقدر بیشتر فیض خدا در عیسی مسیح به واسطه یک انسان، یعنی عیسی مسیح خداوند، به فراوانی فیض شامل حال من و تو که به عیسی مسیح پیوند خوردیم میشه. ما توسط یک انسان، آدم ثانی، در حیات زندگی میکنیم، در سلامتی، در شفا، در آزادی. هر دفعه که میای به کلام وصل میشی، به عشای ربانی، به این جمع مقدسی، این شفا شروع میکنه به جاری شدن. اول قرنتیان باب 15:22 زیرا همان گونه که در آدم همه مردن، در مسیح همه زنده شدن. آمین. تاریخ پر جلال پسر خدا عزیز من گذشته ای تو میشه. تو فرزند خدایی، باورت میشه؟ آینده پر جلال مسیحی که مرد و برخاست به تو وصل شده. تاریخ تو تاریخ مسیحه. تمام اون نیروهای ظلمت، اون فرماندهان رو عیسی مسیح با مرگ، با قیام ظفرمندش فلج کرد، منفعل کرد. یه موقع دست و پا میزنه تو نیست؟ ولی وقتی به کلام وصل میشی، وقتی به این راه و راستی و حیات وصل میشی، باور کنی خدا خود شفا و سلامتی رو جاری میکنه. اون گذشته معیوب و سنگین ما، اون همه بارهای شوم ما که خلاف ما دست نوشته شده بود، تو کولوسیان باب 2:15 میگه با مرگ و قیامش عزیزان ظفر یافت و توی زندگی ما منسی ها و افرایم ها به وجود آورد. و
هر دفعه که تو میای به بدن مقدس مسیح وصل میشی، اینو میچشی. پولس میگه ما با وصل شدن به مسیح و بدن مبارکش کلیسا، اون دگمه فعالی که مینهای مخفی خونسا شده، عزیزان اگر با مسیح تو زنده باشی و بمانی، نه اینکه فقط تولد تازه بمانی، یعنی در اون ساکن باشی، در اون ریشه کنی عزیزان. هر دفعه که اینو میگه در مسیح بمانی، یاد بچگی ها میفتم. مامانم ما رو میبرد، 3-4 تا بچه بودیم، ردیف میکنم، منم خیلی از همون بدم میامد، فقط دوست داشتم زود یه اینجوری بکنی برم. اون نه، یه دونه از قوطی های چربی در میابرد از یه کیسه، بعد میگفتیم ماما این چیم؟ گفت باید چربی بزنم به بدن تو خیس بخوری. گفتم آخه یعنی چی خیس بخوریم؟ میگفت گرمم باشه، در همومو میبست، هیشکی نره، این 3 تا بچه ها باید خیس بخوره بدنشون. ما هم گفتیم خدا، ما میخواییم بریم بازی کنیم، میخواییم بریم بودو بودو کنیم، تا کی بشینیم خیس بخوره؟ چی خیس بخوره؟ هی هرس میخوردم، یادم منم که خیلی فعال بود. بعد یه کیسه رو برمیداشت، این چرک ها لول میشد عزیزان، لول میشد. گفت دیدی چقدر چرک بودی؟ فکر کردی سفیدی چرک نداری؟ تو وجودت پر از چرکه، باور کنی همینجور لولا میامد پایین. یه ذره تخفیف نمیداد، آخر سر این دستمون باد میکرد. یادتونه میگفتیم پیر شد، چرا چروک شد؟ خدای ما که رفتیم که تر تازه بشیم، دیگه نمیتونستیم راه بریم، انقدر کیسه کشیده بود. عزیزا وقتی در عیسی میمانی، در کلام خدا میمانی، در دعا میمانی، در شراکت مقدس میمانی، در عشای ربانی میمانی، این چرکای گذشته چی میشه؟ خیس میخوره، لول میشه، کم کم میاد بیرون. باور کنی این تجربه شخصی منه که الان اینجا ایستادم، اگه زنده ام، اگه اینجا دارم، یه برکتیه که خدا یه کانال استفاده کرده، فقط به خاطر فیضش این که ماندم خیس خورد این چرکا. هنوزم گاهی این چرکا لول میشه میاد بیرون. تازه تو این 5 دقیقه آخر میخوام یه آب پاکی بریزم رو دستتون که عزیزان، ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، همه چی این نیست که تموم شد، الان نوبر روح رو یافتیم، همه چی عالیه، هنوزم آسیب پذیریم با اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم. روح القدس در ماست، عزیزان شکسته میشیم، مجروح میشیم. رومیان باب 8:22، اصلا هستیم الان در اون وضعیت هستیم. میگه زیرا میدانیم که تمامی خلقت در حال آه کشیدن و درد ذهن، حتی اونایی که میگه در مسیحن، نوبر روح رو یافتن، دارن در خودشون آه میکشن که چی بشه؟ در انتظار خلاصی این جسم. هنوز به اونور باغ عدن نرسیدیم عزیزان، این جسم شکسته و آسیب پذیره. پولس دوباره میگه ما که این نوبر روح رو یافتیم، در دوم قرنتیان باب 4، ظروف خاکی هستیم عزیزان، که این گنجینه رو داریم. کاش میگفت ظروف آهنی، هی بزنیم زمین هیچیمون نشه. ظروف خاکیم عزیزان، ترک میخوریم نیست؟ شکسته میشیم، خورد میشیم و دورورمونم پر از ظروف سفالیه، ترک خورده، که دست به بعضیامون میزنیم خورد میشه. ولی خبر خوش اینه که لابلای این شکستگی ها، خوردگی ها، مثل اون موقع نبیفتیم تو تیمارستان و بیمارستان، چی میشه؟ اون خزینه، اون خزائن، اون نور مسیح از طریق این شکستگی ها بیرون دیده میشه. قدرت خارق‌العاده روح خدا در این ظرفای بنزده، اگه اجازه بدین، ظرفای خاکی بیرون زده میشه. هر چقدر که زمین بخوریم مثل یوسف، ترک بخوریم عزیزان، این نور، بازتاب نور عیسی بیشتر در ما دیده میشه. ظاهر ما هرچند شکسته بشه، میشه، چون ظروف خاکی هستیم، اما باطن ما در مسیح، آگاهی ما در مسیح هر روز تازه و تازه تر میشه. باور میکنی اینجا یه آمین داره یا نه؟ برای همین پولس میگه از هر سو در فشاریم اما خورد شده نی، متحریم. تعجب میکنیم چرا این تجربه های تموم نشدنی تموم نمیشه، چرا این اتفاقات دائمی هی داره برای من رخ میده. اما همه بگی اما، مایوس نه، متاسفم که اماتون اما جانانه نبود.
دائما در حال آزار دیدنیم، آزار دیدن‌های متفاوت، اما وانهاده نی بر زمین افکنده میشیم، ترک میخوریم، خورد میشیم این ظرف خاکی، اما از پا در نخواهیم افتاد. آمین. ما به عنوان ظرفهای خاکی و ترک خورده در دنیای سقوط کرده هنوز داریم زندگی میکنیم. دورورمون پر از ظروف خاکی و شکسته و مجروحه. انقدر به هم میخوریم، مخصوصا وقتی که سنمون میره بالا، از این ترک ها عمیقتر میشه، شکستگی ها عمیقتر میشه، اما حیات مسیح در ما درخشانتر، نورش هویداتر. آمین. چرا؟ چون خدا نیکوست عزیزان، چون امانوئیل خدا با ماست، از تمام ظرف‌های ترک خورده شفا دهنده های زخمی می سازه. ما ظرف‌های سراسر در فشار تعجب کرده گاهی اینجوری می شیم، وانهاده شده، شاید در نزدیکترین کسامون افکنده شده، اما در تمامی این شرایط بیشتر از حد نصرت یافتیم به وسیله او که ما رو محبت میکنه هر روز. عزیزان در تمامی شرایط میتونیم بگیم بیشتر از پیروزمندانیم. همیشه من گفتم بیشتر لیاقتم ای خدا، خوشبختم چون تو تو زندگی من هستی، چون روح القدس تو هست، این یاور، این پشتیبان، این وکیل مدافع. یه موقع میگم ای خدا اگه این وکیل مدافع نبود دخل این ظروف خاکی در اومده بود، ولی خدا نیکوست عزیزان، خدا نیکوست. و در آخر همه چیز به خیریت آنانی که برای خدا ایستادن و خدا رو دوست دارن، برای این افراد مبدل خواهد شد. آمین.